بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما راجع به بررسی، ادامه بحث سال گذشته است، بررسی ادله‌ای که اشاره داشت، صراحت داشت، نه اشاره، صراحت داشت در ولادت امام زمان و وجود امام زمان علیه السلام، که در واقع جواب شبهه است که گروهک وهابی راه انداخته، مطرح کرده که شما حتی یک روایت از طرق خودتون برای اثبات وجود امام زمان ندارید. یه همچین حرفی ناشیانه و مطرح کردن و ما فعلا روایات را مطرح میکنیم و خواهید دید که ده ها روایت یه رسی قبل اشاره کردم برای اثبات ولادت هر شخص، نه شخصیتی مثل امام زمان که زیر نظر بودن، بیت از زیر نظر بود، دشمنان تحت تعقیب قرار داده بودن که مبادا متولد بشن به قتل برسانن. خب ولادت های معمولی، افراد معمولی برای اثبات ولادت و وجودشون 100 این ادله کفایت میکن. خب رسیدیم به روایتی که کمال الدین نقل می کرد، متنشو خوندیم، متن روایت کمال الدین رو خوندیم و عرض کردیم که مرحوم طوسی هم نقل می کنه این روایت را، بعدم کشف الغمه جلد 3 این روایت را از اعلام الغرا نقل میکنه، بعدم نوادر الاخبار را گفتیم. خب پس مرحله اول بحثمون خود متن بود که مطرح شد، مرحله دوم منابعی که این روایت را نقل کردن که شروعش از کمال الدین بود و تا منتخب الاثر آقای صافی حفظه الله. خب گفتیم که نوادر الاخبار اینا نقل میکنه، مرحوم فیض، مرحوم حر در 3 اثبات اینا نقل میکنه، اثبات الهدات، مرحوم بحرانی صد هاشم در تقصیرت الولی 48 و حلیت الابرار 5 و مرحوم مجلسی در 2 بحار 51 52 و مرحوم شیخ عباس قمی در الانوار البهیه 354 و آقای صافی هم در 2 کتابشون نقل کرده. این منابع شیعی است که این روایت رو نقل میکنه. ببینید منابع متعددی است، البته هر کس که نقل کرده یا از کمال الدین نقل کرده است یا از غیبت طوسی نقل کرده است، مگر مرحوم اربلی که از اعلام الورا نکرده است. اعلام هم بالاخره به یک دو تا برمی کرده. یعنی این منابع متعدد بازگشتش به 2 منبع، یا به کتاب کمال الدین یا به کتاب غیبت طوسی است. ولی بالاخره همین تعدد نقل، تعدد نقل یعنی تکرر نقل در مصادر ما حکایت از چی میکنه؟ اعتنا به این متن، به این متن اعتنا شده، به این متن توجه شده. خب از اهل سنت تنها منبعی که
این روایت ها نقل میکند قندوزیه. قندوزی حنفی در کتاب معروفش ینابیع المودّة. این آقا زمان 200 خورده ای سال بوده، همون دوران آغاز حرکت انحرافی وهابی ها، همون ایام این کتاب همون وقتا ظاهرا نوشته شد. اصلا از اهل ترکیه است و این کتاب در دوران عثمانی ها نوشته شد و منتشر شد. این که طرف حنفیه منصفه، خیلی فضائل نقل میکنه، خیلی مطالب نقل میکنه و این به اصطلاح به مذاق این گروهک نمیخوره. یعنی اینها کتابی میخوان که اگر از اهل بیت نعوذ بالله بدگویی نکند، مذمت نکند، مدح نکند، و این کتابی است که مدح میکنه، فضائل نقل میکنه، لذا بر نمیتابن و خیلی راحت منکر میشن. میگه همچین کتابی رو ایشون نداشته، یا بعدا میگه همچین شخصی نبوده. بالاخره راحت این کار که دیگه مشکلی ندارد، یا منکر میشن مؤلف را یا منکر میشن تألیف را. بله، یا بالاخره میگن خیلی راحت میگن این آقا شیعه است. چرا شیعه است؟ چون فضائل نکرده. یعنی هر کس فضائل نکنه شیعه است؟ پس شما چه میکنید؟ فضائل نقل نمیکنید، شما فقط مذمت نقل میکنید. بله، یعنی علامت وضع حدیث این است که روایت در فضل اهل بیت باشد و راویش هم شیعه باشد، ولی چی داشت نمونده. خلاصه از اهل سنت، از منابع عامه، فقط قندوزی این را نقل میکنه. بسیار. اما در ارتباط با سندش، شاید تنها موردی که به شعرش بحث کرد، یعنی جای تأمله، جعفر ابن محمد ابن مالک فزاریه. اینجا ما بحث کردیم جعفر ابن. ببینید مرحوم صدوق روایت را از ماجولیوه نقل میکند، او هم از محمد ابن یحیی عطار نقل میکند، او هم از جعفر ابن محمد مالک فزاری. آقای فزاری از 3-4 نفر نقل میکنه. عده‌ای آمدن به این راوی گیر دادن، جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری. ما کرارن عرض کردیم فرض کنید که این روایت از نظر سند مشکل داشته باشد، ولی روایاتی که دلالت بر وجود امام زمان و ولادت حضرت دلالت دارد، یکی دوتا نیست، از استفاده بیشتره، حد تواتره. تواتر خودش مفید علمه، مفید قطعه، مفید یقینه. یه در تواتر ما کاری به سند نداریم. حالا ما میخوایم فنی اینجا این رو بحث کنیم. چی؟ تواتر تواتر است دیگه. خب بعد در ارتباط با این شخص جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری، بین علمای ما اختلافه. از زمان مرحوم نجاشی ابن الغزائری تا به امروز، ولی بعد از تتبع و تحقیق به این نتیجه میرسیم که ایشون ثقه و کسانی هم که گیر دادن به ایشان به خاطر این است که یه مطالبی را
راجع به ولادت امام زمان نقل میکند. این مطالب را بعد تحمل نکردن، لذا رمش کردن به چه؟ غلو غالی، که شیخ طوسی تعبیر عجیب میکند. خب بله عجیبه، خود دوران جنین و دوران بارداری حضرت خدیجه، حضرت نرجس، دوران ولادت، دوران سبابت، تمام اینها عجیبه. اینا رو بعضی گیر میدن. عمدش ابن الغزالیه و به این نتیجه استن که بالاخره حرفایی که، یعنی اعتقاداتی که دیروز به عنوان غلو مطرح میشد، امروز جزء اعتقادات مسلمات و ضروریات معتقدات ماست. بنابراین این آقای فضالی تنها مشکلی که ایرادی که بهش گرفتن اینه که یروی العاجیب، و این ایرادی نیست. حالا من اجازه بدید اقوال طرفین را نقل کنم. شیخ طوسی در فهرست می فرماد که این آقا کتاب دارد به نام نوادر و جماعتی از بزرگان کتاب را برای من نقل کردن. اسم طلعکبری رو میبره، بله، جماعتی از بزرگان از طلعکبری نقل کردن و از ابو علی حمام. پس خود شیخ طوسی به این کتاب، کتاب این شخص، تاریخ دارد و دیگه در فهرست تضعیف و تقویت نمی کنی چی نمی فهم. نجاشی می فرماد که این آقا کان ضعیف هم در حدیث، مشکل ضعف حدیث دارد. بعد می فرماد که ابن الغزائری گفته کان یضع الحدیث وضع، پس وضع هم بوده. و یروی عن المجاهیل، از افراد مجهول هم روایت نقل میکنه. بعد میگه و سمعت من قال، اینو آقای نجاشی نقل میکنه. قال کیه؟ کی گفته؟ شنیدم کسی گفته فاسد مذهب و روایه. فکر بلاخره این آقا هم مذهبش مشکل داره هم روایاتش. روا عنو شیخنا النبیل الثقه ابن همام یا همام و شیخنا الثقه الجلیل ابو غالب زراری. بعد می فهمد که خب جالب این است که ایشون می فهمد دو تا ثقه مثل ابن مثل مرحوم ابن حمام و مرحوم ابو غالب زراری از این آقا نقل میکنن. بعد می فهمد که من تعجب میکنم که چطور این دو تا حدیث نقل میکنن. ما از شما بزرگوار تعجب میکنیم که با نقل، بله، دو تا بزرگوار که خودتون میگید ثقه، با نقل دو تا بزرگوار از این آقا باز میفهمید که این آقا چیه؟ ضعیفه؟ ما از شما تعجب میکنه. خب ابن الغزائری که عادته، البته اعتقاد من این است که کتاب مال ایشون نیست، کتاب رو همون حرف مرحوم آقا بزرگ من میزنم که کتاب مال یک نفر از دشمنان مذهبه
و به نام یکی از علمای مذهب نوشته. میگه الان در ایام حج کتاب منتشر نمی کنن در مکه، کتاب ضد شیعه است، می نویسن مرتضی عسکری، جعفر سبحانی. به زبان فارسی توضیح می کنن. خب ما ایرانیامون با این اسما آشنا هستن، اونا کتاب هایی را چاپ می کنن به این اسم که بیشتر بتوانن به اهداف شیطانی خودشون برسن. آقا بزرگش آمد که این کتاب ابن غزالی من خودش نیست، البته خودش شخصیت بزرگی است، پدر و پسر از بزرگان مذهب ما هستن، منتها این کتاب ادهی میگن لم یثبت استنادش به ابن غزالی، ادهی مساعده میگن اصلا مالشون نیست، بطعم ولی دشمن به نام علمای عالم شیعه تمامش کرد. بله بحث شده همه جاش بحث شده. ببین آیه سبحانه در کلیات بحث کردن، همه بحث کردن. آیه خویی که به صراحه میفهمد که اصلا اسلام یثبت استناده، ما خیلی خوشبین باشیم و حرف آقا بزرگ تهرانی را نزنیم، یه اشکالی داریم، این باید حلش کرد. اشکال این است که تا زمان ابن طاووس این کتاب در دسترس نبود. خب شما ببینید از قرن 4 تا قرن 7 چند سال میشه؟ 300 سال. خب اول کسی که به این کتاب دسترسی پیدا کرد ابن طاووس بود. خب ابن طاووس تاریخی به مؤلف داره، خودش میفهمد که من تضمین نمی کنم. خودش ببینید کلیات این مجال را سبحان اشاره کردم، این اقلش این است که طریق به این کتاب ما نداریم، وجاده است یافته این کتاب را. کی میگه این کتاب هم کتاب ابن غزالی؟ اشکال بحثیات شد در این زمینه. الان کی؟ ابن غزالی. این کتاب البته حرفایی چونشون هم بحث نجاشی بود، اگر مطالبی را نجاشی از خودش نقل کنه، از خود ابن غزالی کار به کتاب نداره، ولی اگر از کتاب همطور که گاهی از کتاب نقل میکنن کتاب، این مشکل بداره، باید مشکلش حل بشه. خب پس میبینید آقای ابن الغزالی میگه کان کذابن متروک الحدیث جمله، همه احادیثش مشکل داره، و کان فی مذهبه ارتفاع این غلو، و یروی عن الضعفاء والمجاهیل، مشکل عقیدتی داره، احادیثش مشکل داره، از ضعفا نقل میکنه، از مجهولین نقل میکنن، و کانت عیوب الضعفاء مجتمعه فی، عیوب تمام ضعفا در این آقا جمعه. خب دیگه چیزی براش نگذاشته. ببینید عمده تضعیفات به ابن الغزالی برمیگرده، البته نجاشی هم یه مطلبی دارن ضعیفا فی الحلیف، اما در مقابل شیخ طوسی در کتاب رجالشون میفهمد که کوفیون ثقه بس موثق، یضعفه قوم، دیگر تضعیفش میکنه، روا فی مولد المهدی اعاجیب، ارتباط با ولادت حضرت مهدی علیه السلام یه اخبار شگفتی را نقل کرده است. آخه این آقا چندین کتاب دارد، همین آیه فزاری، کتاب غرر الاخبار، کتاب اخبار الائمه و موالدهم، اصلا کتابی دارد روایات که ارتباط با ولادت ائمه تاین جمع کرده است. به امام زمان علیه السلام که میرسه میگن روایاتی که نقل میکنه عجیبه، شگفته. بله همینطوره، در
یک شگفتی های سر قضیه میرسه آقا امام زمان علیه السلام. خب مرحوم علامه حلی هم در قسم دوم که قسم چیه؟ ضعف هست. ایشون نقل کرده است، بعد میفهمد که فعندی فی حدیثه توقف. بعد از اینکه حرف ابن الغزالی رو نقل میکنه، حرف نجاشی نمون، من توقف دارم در ایشان. فعندی فی حدیثه توقف ولا احمل بروایت. خب در اینجا مرحوم آقای خویی هم ردش میکنم، میفهمد که خب شیخ توصیفش کرده، الان خوند در رجال. ابن قولویه و علی ابن ابراهیم هم که ازش نقل میکنن، چون مبنیشو این بود دیگه، در کامل زیاد اگر شخصی باشد توصیف شده است، و در رجال قومی هم همینطور. چون میفهمد که خب پس سه نفر توصیفش کرد، ولی این توصیق سه نفر معارض است با ما تقدم من تضعیفه. تضعیف کی؟ کی تضعیف کرده؟ نجاشی. فلا یمکن حکم به وفاقته. پس آقای خویی میفهمد که این مشکل دارد، ولی آیا واقعیت اینه؟ مطلبی از مرحوم مامقانی نقل میکنم، ایشون بعد از تتبع و تحقیق منتهی می شود به چه؟ وثاق. بعدم مطالبی از قبل از این بزرگوار، از مرحوم مجلسی اول، مطالبی از صاحب اتقان، مطالبی از شخصیت های دیگر ما نقل می آورد الکمال، که اینا همه ایشون را توثیق کرد. و ما هم همین فرمایش مرحوم مامقانی رو میزنیم و خواهید دید مشکل این آقا ندارد. خب آقای مامقانی میفهمد که قد نبهنا فی فوائد المقدمه، مقدمه اخیرا چاپ شده در دو جلد، انصافا مطالعه دارد و مباحثه، وقت بکنید یعنی مباحثش کنید، با یه سری مبانی آشنا میشید. در مقدمه فرمودن که جمعی طایفه ادهی این جمله مما هو من ضروریات مذهبین الیوم، یه چیز از اعتقاداتی که امروز از ضروریات مذهب ماست، کان یعد فی سالف فی سالف زمان غلوبا، چیزی که امروز اعتقادات ماست، قبلا میگفتن چیه؟ غلوب. و علیه فرعوا تضعیف جمع من اعتقاد، جمعی از بزرگان و موثقین را تضعیف کردن به خاطر چی؟ همین معتقدات. سهو النبی مثلا، امروز جز اعتقادات ماست که سهو بله نمی کند، پیامبر معصومه. دیروز سلف اینه می گفتن چیه؟ غلوب. و بر اساس همین کسی معتقد بود به مسئله عدم سهو النبی، گفته این آقا غالی غلوب. اینه لازم من که بعدم در درس ها، چه درس خارج مندبیت، درس خارج فقه، اینو من تأکید کردم که این کلمه غلوب و غالی و غلاب تجدید نظری بشه. شکی نداریم که غلات نجسن، اما بحث در چیه؟ غلو چیه؟ و این افرادی که متهم شدن به غلو همه طور غالی هست، یه سری از پاک باخته ها هستن، از ولایت مدار ها هستن،
از کسانی هستن که به خاطر همون اعتقادی که امروز ما اون اعتقاد را داریم به خاطر اونها را تصدیقشون کردن. از همون معاویه هم خیلی در این معاویه علوی همین تو به اتهام قلوب به دار کشته میشد تاریخ دار معاویه اونه که کل شیعه را اقتلوهم تحت کل حجر و مدر هرچی این کشتارها و این شیعه کشی ها را ما میبینیم یاد اون تاریخ میفت. اقتلوهم تحت کل حجر و مدر، زیر سنگ مگه باشد شیعه دردید و بکشت. اقتلو بله اقتل من کان علا غیر رأیک، میفرستاد این تروریست ها را سفیان غامدی و دیگران را که برید عراق و روستا حمله کنید، شهرها را بزنید، نابودشون کنید، هر کس که اعتقادش عقیده شما نباشد. یعنی چی باشد؟ من یعنی که من کان حرا دین علی. اینا چیز جدید نیست، از قبل بوده، از اون روز معاویه، امروز آل یهود و آل سعود و آل اینا این پروژه را به عهده گرفتن. خدای شرشون به خودشون برگرد، خدای کسی بر اینها مسلط کن که به اینها رحم نکنند. بگذاریم، میفرماد که ظنی گمان من نظر من انما صدر فی المقام فی حقه من الغمز و التضعیف، در حق این فزاری غمز شده است، تنقید شده، تضعیف شده، این ناشئ من جمله روایته جمله من معجزات الائمه علیهم السلام. منشأش چیه؟ این است که ایشون روایت کرده است طایفه از روایاتی که در ارتباط با معجزات ائمه است. سیما معجزات ولادت المهدی علیه السلام. ببینید روایات را، معجزاتی بود در قضیه ولادت آقا. ایشون اینا را نقل میکنه. خب میفهمد که لعل قول الشیخ، آقا جواب شما شیخ طوسی که فرموده است یضعفه بله روافی مولد المهدی اعاجیب، بعد از این که فهمود یضعفه قومون، می فهمد که لعل فرمایش شیخ طوسی اشاره الى ان منشأ تضعیف القومی هو روایت و اعاجیب، که آیونی که تضعیفش کردن به خاطر همین چیز هست. اول فهمود یروی الاعاجیب، بعد فهمود چی؟ یضعفه قومون، که میخوام بفهمد که این یضعف و قومه به خاطر چیه؟ همین روایات معجزاته. خب در زمینه تولد آقای امام زمان و فی الحقیقه انه لیس منشأ التضعیف، میخواد بگه که از این منشأ تضعیف نیست، کما اشار الیه به توثیقه ایا اب. همون اول گفت چیه؟ ثقه. مرحوم شیخ طوسی در رجالش اول توثیقش کرد، بعد فرمود یار بلا چی؟ بعد فرمود چی؟ اضعف و قومون. پس نظر شیخ طوسی همون توثیقه و تضعیف آقا نمیخواد بگه منشأش همینه، ارزشی برای تضعیفشون نیست. فکأنه بعد التوثیق اشار الى تضعیف جمع و منشأ، بعد دیگه توثیق کرد بعد چه تضعیف و نفی کرده است. خب و توضیح وجه عدم دلالت روایت على ضعف ان امور امام زمان، قضای امام زمان مثل قضای ائمه دیگه است، کلها عجیب بل معجزات. امور امام زمان مثل امور ائمه دیگه است، همش سراپا کرامت است، سراپا معجزه است، سراپا عجیبه. بله بل معجزات الانبیاء هم همینطور، معجزات انبیاء هم همینطوره، کلها عجیب ولو لم تكن عجیبه لم تكن معجزه، اگر عجیب نباشد که معجزه نیست. خب بعد می فهمد که والاقوا نظریش تحقیق المقال ان الاقوا کون الرجل ثقه. ما این روایت درستش میکن، با همین متن درستش میکن، مشکلش که فضایی مشکل نداره.
ثقه است. چرا؟ یک، اعتمادن علی توثیق شیخ رحمه الله، این دلیل اول. بعد مؤیدات میارن، یک نقل دو تا شخصیت، ابو همام و ابو غالب زراری، نقل این دوتا کشف از چی میکنه؟ توثیق اینا. خب بعد میفهمد که خود نجاشی هم به این مسئله اشاره کرده. بله، شاهد بعدی کتاب استغاثه فی بدع الثلاثه، کتاب بسیار قدیمی است. این نویسندش از نوادگان امام جواده، سید علی فرزند احمد فرزند موسی فرزند امام جواد، خیلی قدیمه این تألیف. البته راجع به این کتاب هم بحث هست، راجع به این شخص هم بحث هست. ایشون میفهمد که این کتاب، کتاب استغاثه، میفرماید که حدثنا جماع من مشایخنا الثقات، یعنی کتاب استغاثه، میگه جمعی از ثقات برای من نقل کردن، من هم همین آقای فزاری. پس دلائل و شواهد مرحوم ماماقانی برای توثیق این آقا چیه؟ یک، توثیق خود شیخ طوسی. دو، نقل دوتا ثقه. سه، توثیق صاحب کتاب الاستغاثه. چهار، میفهمد که شیخ صدوق در خصال از ایشون روایتی نقل می کند، از خود این آقا، از امام صادق، یعنی به طریق خود ایشون از امام صادق، که فرمودن سنفان، امام صادق از پیامبر اکرم، سنفان من امتی لا نصیب لهما فی الاسلام، دو سنفان اصلا حظی از اسلام نمیدارن، الغلات و القدریه. میفهمد که خب کسی که این روایت را خودش نقل میتونه خودش غالی باشه. ما از ابن الغزالی تعجب میکنیم، کیف ینسب الیه ابن الغزالی الارتفاع. بعد میفهمد که ومن لاحظ اخباره، میگه کسی که یه نگاهی بندازه به روایتش، شما همین امروز سرچ کنید ببینید چند تا روایت نقل میکنه و مضامینش چیه. میگه کسی که نگاهی بیندازد به روایات ایشان که در حق ائمه علیهم السلام نقل کرده است، مما هو من ضروریات مذهبین الیام، چیزهای راجع به ائمه نقل میکنه که امروز اعتقادات ضروری ماست. میگه کسی که روایاتش رو ببینه که به این مضمون است، جزم بأن كل ما صدر عنهم من الغمز في حقه بنسبة وضع الحديث ورميه بالغلو والارتفاع وروايته عن المجاهيل إنما نشأ من رواية تلك الأخبار التي رواها صدوق وغيره. إذا ما لك كيف تبي رواياتش نقولك هنا؟ هجمي رواياتش بإن نتيجة من السبب. که اصلا این تضعیفش به خاطر همین روایات، وقتی مشکلی نداره، روایات خود صدوق هم نقل کرده در کتاب صدوق، در کمال الدین همین روایات آمده. خب بعد میفهمد که شاهد بعدی آقای بزوفری ازش روایت نقل میکند، ابن عقده ازش روایت، ابن عقده شخصیت کمی نبود، ازش روایت نقل میکنم، از ثقه، وای که زیدی ابن عقده، شیخ طوسی توثیقش میکنه، مرحوم
صاحب نعمانی در غیبه توصیقش میکنه. خب و کانه کثیر الروایه و اکثار المشایخ الروایه، بزرگانش زیاد روایت نقل کرده. نمیشه اینو بگیم مشکل داره، دقیقا ضعیف فی الحدیث کذاب، در این حال ازش این شخصیت های بزرگ نه فقط روایت نقل کرده، اکثار روایت ازش داره. این کشف کرده که این حرفی که میزنه درست نیست. خب بعد میفرماد که وابل جمله لا شبهة في لزوم الاعتماد على توثيق الشيخ، همون توثيق الشيخ ما میگیریم با معیداتش. ولا يضعنا عن ذلك، هیچ چیزی ما رو به تزلزل نمیدازه مگر حرف نجاشی که فرموده کان ضعیفا في الحديث. مرحوم مجلسی میفرمود که من از نجاشی تعجب میکنم. مجلسی میفهمد که نجاشی خودش شخصیت ها رو میشناسه و از اینها نقل میکند، چطور استناد میکند به قول جاهل مجهول؟ کی گفته این یاردی عن المجاهل؟ اسمش رو برم بیار، خودت میگی یا از کسی نقل کردی؟ بعد میفهمد که ظاهر این است که تمام این حرفا برمیگرده به ابن الغزالی. بله، چون بعد از این حرف حرف ابن الغزالی رو نقل میکنه. البته مرحوم وحید بهبهانی هم یه توقفکی دارد نسبت به ایشون. فرزند بعد ببینم عبارت رو من مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 14 صفحه 336 تحقیقی راجع به ایشون دارند و بعدم ایشون را توثیق میکنند. لکن الظاهر ان الشیخ ذکر ذلك بیان الى آخر، بعد توثیقش میکنند. فرزند مرحوم مامقانی یه تعلیق جالبی دارد، مراجعه کنید. می فرماید که انظر انه متى يجوز نسبة الوضع الى احد للرواية الاعاجیب، کسی که قضاوی عجیب و غریب نکن فرم بگیم وضعه. والحال انه لم يروها فقط بل رواها جماع، این روایات اعاجیب معجزات کرامات مخصوصا در قضیه بلدن زمان را فقط ایشون نقل نمیکنه، چندین نفر نقل کردن. بعد میفهمد که من الاعاجیب، برای شما بشمارم چی اعاجیبه که نقل میکنند. یک، روایت حکیم را نقل میکنه، قضیه ولادت حضرت امام زمان، من حضورها وقت الولاده، ظهور المعجزات لذلك الوقت، کرامات دید حضرت حکیمه، ظهور الطير پرنده آمد، پرندگانی آمدن، دفع ابي محمد الصاحب الى الطير فغاب، این بله قنداقه امام را امام اسکر دادن به اون پرنده ناپدید شد تا مدتی، کان یجی فی کل 40 هر 40 روز می آورد امام زمان، اینا عجیب. خب فهذا المعنى، می فهمد که اینا را دیگران هم نقل کردن، او وجوده الى آخر، وليس ذلك بعجيب من قدرت الله، قدرت خدا فوق این حرف هاست. ولما رأيناهم يضعفون بعض الاصحاب لبعض الاشياء لا نجزم، ما برای من روشنه که بعضی از رجالیین به خاطر این قضايا تضعیف میکنن، لذا ما نمیتونیم به حرفشون خیلی اعتماد کنیم. ما لم يذكروا سبب الجرح، چرا این آقا میگید مشکل چیه؟ مشکلش چیه؟ صرف این که ضعیفه نمونه پذیریم. بعد میفهمد که اینا حرفای بزرگانه. در آخر این کلمه را ایش میفهمد، عرض کنم دیگه، عرضم را تمام کنم. در آخر میفهمد که این شخصیت شکی در وساقتش، لما کانت تضعیفات و توثیقات مبتنی عن الظنون، چه تضعیف چه توثیق، ما که معاصرشون که نبودیم، مبنیست بر چی؟ بر ظنون.
زنون اجتهادی. الحاصل من القرآن المفیده، قرآن جمع میشه، جمع میکن قرآن، میگه که این نتیجه چیه؟ تضعیفه. اون آقا قرآن دیگه میاره میگه توثیق. بعد میفهمد که والحاصل من قرآن المفیده لحصول الوثوق و الاتمام به حال مترجم کاند تأمل فی القرآن، ما به این قرآن تأمل کنیم، دقت کنیم، میفهمد که توجب الحکم علیه بالوثاق والجلال. آقای فزاری مشکلی ندارد. خب این روایت اگر همه روایت هم باشد به نظر من برای ما کافیه، ولی ده ها روایت به این مضمون ما داریم. من اینجا را فزاری روی خود بیشتر تحقیق و بحث کردم، چون چند روایت دیگه هم ممکن است به ایشون منتهی بشود. وقت تمامه؟